همراه میشیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن. آقای شاهی، اینکه پزشکیان اولین تماس تلفنی خارجیش با پوتین و اعلام آمادگی برای امضای توافقنامه جامعه چه معنایی داره از نظر شما؟ سلام، وقت شما بخیر. به این مفهوم هستش که تغییر رئیس قوه مجریه عملا هیچ گونه تغییر معناداری در سیاست‌های بنیادین و راهبردی بین المللی و منطقه‌ای و امنیتی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ما می‌دونیم که در طول کارزار انتخاباتی پزشکیان گهگاهاً در مورد در واقع مناسبات جمهوری اسلامی با روسیه و چین صحبت شد و به نظر میرسه که هسته سقف جمهوری اسلامی نگرانه که حتی این صحبت‌های عملاً کم معنا بتونه در واقع کوچکترین در واقع تأثیری روی مناسبات روسیه و تهران بذاره. و ما میدونیم که به رغم اینکه چند روزی از انتخاب پزشکیان نگذشته، هسته سقف قدرت از طرق متفاوت این پیام رو به پوتین منتقل کرده که تغییرات در قوه مجریه عملا تأثیری در مناسبات این دو کشور نمیذارن. همزمان با این در واقع مکالمه تلفنی، ما میدونیم که در روزهای گذشته اخبار منتشر شد که جمهوری اسلامی در حال افزایش سایت های موشکسازی خودش، حداقل دو سایت موشکسازی خودش در اطراف تهران هست و ما میدونیم که در شرایط فعلی حداقل از اکتبر سال 2022 تا به امروز روسیه یکی از متقاضیان اصلی این موشک های جمهوری اسلامی هست. فعلیه سال گذشته برای اولین بار جمهوری اسلامی موشک های زمین به زمین به روسیه انتقال داد و به رغم این که در واقع این جنگ و این کارزار اوکراین همواره ادامه داره، نیازهای روسیه، حالا چه نیازهای سیاسی و چه نیازهای نظامی، به اتمام نرسیده و من فکر میکنم که این مکالمه تلفنی این مسئله رو میخواست مطرح بکنه که تمام توافقاتی که از قبل وجود داشته، خصوصا در مورد نقش جمهوری اسلامی در این کارزار اوکراین، عملا تغییری نخواهد کرد. خب، بیشتر هم پزشکیان در نامه برای حسن نصرالله بر حمایت از گروه های نیابتی تاکید کرده بود. با این وضعیت آیا میشه امید داشت به تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی؟ واقعا هیچ حرف و هیچ در واقع نشانه از امید نیست. حتی قبل از این مکالمه تلفنی پزشکیان با پوتین یا این نامه که پزشکیان به حسن نصرالله فرستاد، حتی قبل از انتخابش این مسئله رو روشن کرده بود که من عملا به دنبال تغییر و تعیین هیچ گونه سیاست جدید و معناداری در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستم و دقیقا این همون مسئله است که سقف قدرت هم دائما به دنبال منعکس کردنش است. همین امروز خودتون چند ثانیه پیش بهش اشاره کردید که روزنامه کیان که منعکس کننده سیاست‌های رهبری هست، یک بار دیگه روی این مسئله تاکید کرده که پزشکیان عملاً چاره‌ای نداره جز اینکه اون سیاست‌های راهبردی داخلی و خارجی رئیسی رو دنبال بکنه. و در همین لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که تنش‌ها متأسفانه در مرز اسرائیل و لبنان در حال افزایش است، تحرکات جمهوری اسلامی در خاک سوریه در حال افزایش است. در 24 ساعت گذشته ما شاهد افزایش تنش‌ها و تلفات جانی در سوریه بودیم و این فقط یک مفهوم و یک معنا داره که در واقع این تغییراتی را که ما در قوه مجریه دیدیم، کوچکترین تأثیری هم در رویکرد سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال گروه‌های نیابتی مثل حزب الله و حماس در منطقه نخواهد داشت. متشکرم از توضیحات شما. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن.